آقا اومدم برای بار آخر قبل از مرخصیم یه سر سمت لب دریا یه حالی عوض کنم. خودش میاد اینجا حال و هوا توازن شد و چیز خاصی هم با خودم نیوردم. این تنها چیزی که بودم این کیفم و یکی از تنقلات رو بردم افتاد تو بگیری یا نه با فلاسک چاییمو که تو راه یه چایی چیزی بخورم. نمیتونم من زیاد چیز بخورم، اگه چیز بخورم تو راه بد ماشینم و حالم بد میشه. متاسفانه وسیله خاصی هم با خودم نیبردم چون میتونستم 15 روز دیگه باید برگردم، چی نیبردم با خودم. این کلا سبک مسافرت رفتم، ولی دوست دارم اگه خواستیم بیایم بوشهر الان وقتشه. خدایی الان وقتشه. اوه این چی بود؟ خلاص الان وقتشه، هوا خیلی خوبه. تا یک دو ماه دیگه تقریبا هوا خوبه، بعدش دیگه نیاین این سمتی. خدایی میگم اینقدر گرم میشه که خودشون هم طاقتش ندارن. اونجا هم صدامو گرفته باشه چون دستم الان جدای امیدم به خدا. هی چطورید بچه ها؟ آقا من رسیدم خونه، یعنی همون روزی که بهتون گفتم بلیط گرفتم رسیدم خونه، ولی خیلی خسته بودم، یه سری هم کار داشتم. رفتم یه آرایشگاه، رفتم به برروم رسیدم یه مقدار و امروز دارم ویدیو رو براتون ادامهش رو میگیرم. خب بچه قرار شد از مرخصی سالیانه بهتون بگم. الان که رسیدم خونه واقعا احساس خوبی دارم. استراحتی که توی خونه میکنی واقعا با استراحتی که بقیه جا میکنی متفاوته. دلم میخواد بقیه روزا رو همینطوری بخوابم، ولی خب نه، آدمی که نیستم که تنبل باشه، دوست ندارم زندگیم به بتالت بگذره. خب بگذاریم بچه از این موضوع، برگیم سر بحث اصلیمون. مرخصی سال بچه تو سربازی الان من چیزی که دارم بهش فکر میکنم و شاید درست بهتون نگفته بودم اینه که بچه ها هیچی توی سربازی ننوشته، هیچی روی خدمت سربازی ننوشته. یعنی چی؟ یعنی من فکر میکردم که مرخصیمون 90-20، شنیده بودم یه جایی 90-20، الان دیدم 90-15، یعنی 15 روز به من دادن. خب مثلا یه جایی هست شما می خدمت میکنین 45 روزه میفرستنتون خونه، 45 روز 15 روز بعد 45 روز 15 روز میفرستنتون خونه، یه جایی هست میرید بعد 60 روز میفرستنتون خونه، سالیانه میتونید بگیرید. یه جایی هم هست که نه اصلا بعد 90 روزم شاید بهتون مرخصی ندن، اصلا هیچ چی روش ننوشته. ولی عرفش رو من الان بهتون میگم، عرفش اینه که حالا تا جایی که من تحقیق کردم این که بعد 90 روز حالا حداقل 15 روزو بهتون بدن. اگه بچه خوبی بوده باشید، اگه اذیت نکرده باشید، اضافه نخورده باشید، چه میدونم کاری که بهتون گفته باشن اونو انجام داده باشید و به خیلی از این مسائلی که الان چه میدونم اصلا اون روز فرماندهتون رو مود باشه نباشه، به خیلی اش این چیزا بستگی داره. نمیدونم امیر منطقه از اون طرف امیر منطقه دستور چی داده باشه، چه اتفاقایی افتاده باشه، نیرو باشه نباشه، به خیلی چیزا بستگی داره. ولی عرفش میگم چیزی که بعد از 90 روز حتما مرخصی سالیانه سرباز داده بشه. برای مثال بخوام براتون بگم، من دوستایی رو داشتم مثلا که تو آموزشی باشون بودم، زنگ زدم ازشون پرسیدم که چی کار کردیم چی شد و اینا، گفتم ما بعد 60 روز مثلا مرخصی سالیانه گرفتیم، قرار 60 مثلا 15 باشم، قرار فرانتور باشم یا مثلا ارگانای دیگه فرانتور، اصلا چیزای متفاوتی شنیدم. روز برگو که بچه اصلا مرخصی سالیانه احتمالا خیلی کم بهشون بدن با توجه که نیرو کمه و اینکه هر روز میرن خونه یا 24 ساعت مثلا بعد 24 ساعت میرن خونه، 24 چراغشن 24 24 ان هر شکلی این شکلی ان، احتمال داره کمتر بهشون بدن. یا مثلا بعد 90 روز حالا مثلا 10 روزشون بدن یا این شکلی. ولی خب هست مرخصی ها، ولی خب اینطوری نیست که اصلا ندادن. بچه یه وبسایت هم پیدا کردم که با هم دیگه بریم ببینیم تبصره‌ای که در رابطه با مرخصی حالا سربازه چه شکلیه. خب بچه همونطور که بهتون گفتم هیچی ننوشته روی سربازی و روی قوانین سربازی. الان مثلا دارم میام میخونم هر کی یه چیزی نوشته. ولی خب میگم چیزی که به من دادم و چیزی که میدونم اینه که شما حالا بعد از اینجا که نوشته مثلا نوشته بعد از 30 تا الی 30 الی 45 روز شما میتونید 5 روز مرخصی بگیرید. یعنی اگه نرید مثلا 3 تا 30 روزو بگذرونید همون گیرش حدود 15 روز میشه. ولی کلیتش همون چیزی که بهتون گفتم الان مثلا به بقیه بچه‌ای که حالا مثلا با منم هم همین روزی همینجوری مرخصی دادن. این چیزی هم که بهتون میگم بستگی به یه سری موارد دیگه هم داره. مثلا من که دور از خونم غیر بومی ام و فاصله خونم تا محل خدمتم بالای زارنجو که گفته 300 کیلومتره، حالا اینجا نوشته 100 کیلومتر، اینجا نوشته 300 کیلومتر، که هیچ چی اصلا مشخص نیست.
حالا که شرایط اینطوریه، به من اینقدر دادن توی وبسایت‌ها چیزای مختلفی زدن، مثلا نوشته سالی 12 سالی 30 الی 40 روز مرخصی سالیانه میتونی بگیری. یعنی شما که مثلا 21 24 ماه که دیگه کسی خدمت نمیکنه، کسی که 21 ماه خدمت میکنن میشه دو برابر دیگه، میشه حدود مثلا اگه 40 روز حساب کنیم سالانه میشه 80 روز میتونن مرخصی بگیرن. اگه بومی مثلا اگه قرار 21 ماه خدمت کنید تا 80 روزم مثلا اگه حالا بچه خوبی بوده باشید بعد از اقامتتون، بعد از مثلا اقامت‌های متفاوت، حالا اینم بستگی داره که کجا باشید، مثلا یه جایی نوشته مثلا چه منطقه‌ای مثلا عملیاتی و جنگی، اینجا توی وبسایت نوشته بعد از هر 45 روز 10 روز میتونن مرخصی بگیرن. اصلا میگم خیلی تبصره اون چیزا داره، خیلی تفسیر داره، ولی خب اینا میان یه کلیتی رو برای همه چیز میکنن، تصمیم میگیرن و همون رو برای همه استفاده میکنن دیگه. باید ببینن مثلا شرایطشون چیه. حالا کسایی که مثلا میگه که مثلا فرزند داشته باشن یه چند روز بهشون تشویقی میدن اگه مثلا فلان شرایط داشته باشن. نوشته مناطق سربازی در مهم، مثلا یه جا نوشته که میزان مرخصی سربازی در مناطق مهم یگانه پدافندی به ازای هر 30 روز 7 روز در نظر گرفته شده. یعنی مثلا من الان باید حدود 3 هفته 21 روز چیز میدادن، مرخصی میدادن، ولی خب میگم چون سرباز نیست ندادن دیگه و همین که هست. میگم چند تا تبصره‌هاشو بخونیم. اینه که در مورد آموزشیه که آموزشی ما نه میان دوره داشتیم نه چیز خاصی داشتیم، ولی خب میشد مرخصی بگیریم. باید بری اونجا ببین شرایط چطوریه، میشد مرخصی بگیری، بستگی داره به شرایط پادگانت. اونجا خیلی قوانین خاصی داره هر پادگانی، میرین اونجا میبینی شرایط چطوریه، حالا خودتون میرید آشنا میشید. اصلا بگذاریم از چیز، بگذاریم از آموزشی. میان دوره که نداشتیم، پایان دوره هم که به ما 7 روز ببخشید 5 روز دادن، به یه سری 7 روز دادن، اصلا چیز عجیبی بود. اصلا بقیه میمونن میگفتن چطوریه شما دیرتر اومدین، 7 روز داده بودن بهشون در اون شهری که اصلا سیستمش فرق داره و هر جایی بازم متفاوته. مثلا برای ما چون به کسایی که دانشجو بودن مثلا لیسانس داشتن هفته 2 الی 3 روز مرخصی شهری میدادن، بعد ساعتش اینطوری بود از ساعت 12 بود تا ساعت مثلا 6 بعد از ظهر، ولی نهار رو مثلا ساعت 2 میدادن. مثلا تو مجبور بودی تا مثلا تا نهار بمونی برای که نری بیرون یه هزینه انجام بدی بعد مثلا بعد 2 بری. مثلا یه چیزه نمیدونم، حالا کاش نظمش بهتر بود. خب اینجا نوشته مرخصی استحقاقی، یعنی همون چیزی که بهتون گفتم، بعد از اعزام سربازا به یگان و این هر 30 الی 45 روز که نمیدن، 30 الی 45 روز فکر نکنم به کسی بدن، من اینکه بنده پ داشته باشین، آشناماشنا داشته باشین یا زیر دست یکی خدمت کنید که حالا مثلا تمام مرخصی همه چیش دست اون باشه، چون هم دست اون باشه. اینجا نوشته اینطوریه، ولی خب به ما بعد از 90 روز دادن. اگه مثلا چه میدونم شرایط خاصی داشته باشه شاید اینطوری هم بهتون حالا بدن. اینجوری که اینجا گفته مدت این مرخصی 5 روزه که اگه بخوایم حساب کنیم، مثلا اگه بخوایم طبق این حساب کنیم، من که 90 روز پر کرده بودم یا 85 روز حداقل پر کرده بودم، هر 30 روزم بخواستیم حساب کنیم 3 تا 5 روز باید میدادن 15 روز و یه روزم تو راهی دارین، حداقل یه روز 2 روزم تو راهی دارید. نه اینجا نوشته مثلا برای کسایی که بیشتر از 300 کیلومتر باشن یک روز به عنوان مرخصی تو راهی به اون تعلق میگیره. به من 2 روز تو راهی دادن، یه روز برای رفتم یه روز برای برگشتم، ولی خب اینو ندادن بهم که مثلا کامل بهم ندادن، مثلا جمعه ها رو برام حساب کردم. دیگه براتون بگم یه استهلاکی دارید، جز این که اصلا بحثش متفاوته. یه سری تبصره دیگه هم هست، مثلا چه میدونم نوشته که حالا یه سری تبصره و شرایط خاص دیگه هم هست. مثلا نوشته کسایی که مثلا فلانن در مناطق محرومن، مثلا من که تو بوشهریم و الان آب و هواش خوبه، ولی یکی دو ماه دیگه مثل جهنم میشه. یعنی هر جایی برسی تبصره میاد، تازه تو این تبصره هم بازم اونجا دلشون بخواد دلشون نخواد میتونن تغییرش بدن. خیلی خوبه، خیلی خوبه. باشه واقعیت بخوام بهتون بگم، توی وبسایت گشتن، توی اینترنت گشتن، اینایی که حالا این شکلی نوشتن اونقدر فایده ای نداره. چیزی که من دارم بهتون میگم، چیزی که تجربه داره میگه، خیلی اهمیت بیشتری داره تا اینکه مثلا شما برید اونجا ببینید بگید آقا نه من طبق فلان قانون، اصلا گوش نمیدن بهتون دیگه، سربازی و اجباری و شرایط خودش. خلاصه امیدوارم که این مرخصی هم به تنمون بچسبه و هم دارم تا جایی که میتونم استفاده میکنم ازش. یه سری برنامه ریزی همو دارم انجام میدم و 29 هم باید برگردم، البته اگه بلیت گیرم بیاد، چون که 29 هم
نمیدونم شرطش چطوری باشه چون تمام مملکت تعطیله. خلاصه برای گرفتن مرخصی سالیانه هم شما اگه توی قسمتید، اگر توی قرارگاه نیستید، اگه توی قسمتید، حالا اونجا این تفاوت این دوتا هم خودتون برید اگه خواستید براتون توضیح میدم، نخواستید هم خودتون برید اونجا میفهمید. توی قسمت بودن یعنی توی قرارگاه دیگه نیستید، میرید یه قسمت دیگه خدمت میکنید، مثلا میرید توی آشپزخونه، میرید توی مثلا چه میدونم نیرو انسانی، میرید توی مثلا جای مختلفی هست، جای مختلفی توی پادگان هست، یه سری جا هستن، یه سری پادگان هست، یه سری چیزا داره، یه سری پادگان هست، یه سری چیزا نداره. مثلا تو مشهد که مثلا ما بودیم یه جایی داشتیم به نام چی خدایا، مرکز تحقیقات، اونجا مثلا تدوینگر می‌خواستن، من مثلا زمانی که اونجا بودم بدم نمیومد اونجا بمونم، تدوینگر می‌خواستن، خوابگاهشون جدا بود. خلاصه وقتی که توی قسمت باشید یه نامه میگیرید از اون مسئول فرمانده یک قسمتتون که میگید مرخصیش بلامانه، میارید دوباره میدید به فرمانده قرارگاهتون. میگم باز به خیلی چیزا بستگی داره، اگه مثلا شما حالا تو شعبه افرادم باشید که دیگه اصلا نیاز نیست بیایید بدید به فرمانده، میرید همونجا شعبه افراد دیگه، شما خودتون مسئول مرخصی سربازایید، همونجا میرید به فرمانده اصلیتون هم میگه خب برید دیگه. ولی اگه تو شرایطی که حالا من دارم، شرایطی که بقیه دارن، قسمتی‌ها یه نامه میگیرن از چیز، از قسمتتون، نامه رو میرید نشون فرماندهتون میدید، فرماندهتون دوباره یه امضا میزنه پاش که حالا بلامانه از نظر منم مشکلی نداره، دوباره میرید. نه دیگه نیازی نیست حتی به زیر دست فرمانده، چرا نیاز هم هست یه جوری، شاید برید زیر دست زیر نظر فرمانده گروهان، اونم باید تصمیم بگیره، چون اگه پاسدار باشید فرمانده گروهان پاسداری باید تصمیم بگیره که شما میرید میرید مرخصی یا نه. خلاصه بگذاریم، به من 15 روز دادن، اومدم اونجا مهرش کردم، یه کاغذم بهتون میدن مقدار مرخصیتون رو نوشته، اینجا هم کاغذ همراه منه، آره این کاغذ مرخصی منه، این مشخصاتمه، خیلی اسم و مشخصاتش نمیتونم نشونتون بدم، یه کاغذ کوچولو اینجوریه، پایینش هم مقدار مرخصی رو نوشته، یه کاغذ این شکلیه، پایینش هم مقدار مرخصی رو نوشته. و بعد از اینم دیگه کاغذو که گرفتید میرید به سلامت، میره خونتون تا هر چقدر که بهتون مرخصی داده باشه. امیدوارم ویدیو هم به درتون خورده باشه. اینم اولین مرخصی سالیانه یا استحقاقی یا هر چیزی که اسمشو میذارن واسه من، مرخصی اولمو اومدم خونه چون که عیده، میخوام دوست داشتم کنار خانواده باشم، ولی سعی میکنم مرخصی بعدیمو اگه شد برم بگردم، اگه شد قول نمیدم، چون وضعیت اقتصادی که هست و وضعیت اقتصادی خودم رو باید چک کنم اون در اون لحظه، اصلا شاید مرخصی سالیانه نرم، شاید بمونم توی همون چیز، توی همون بوشهر، ولی خب نرم کار کنم، یعنی مثلا میمونم توی حالا اون قسمت خوابگاهمون و بگذرونمش. نمیدونم، بذار ببینیم چی میشه، براتون ویدیو میذارم قطعا در آینده. خلاصه بگذاریم، اینم از اولین مرخصی سالیانم، امیدوارم که برای شما هم خدمت سربازی خوب بگذره، بتونید راحت مرخصیتون بگیرید، کسی اذیتتون نکنه، زیاد توی سربازی اذیت نشید، سربازی راحتی داشته باشید و بگذرونیدش. فعلا.